چون بله فصل اول، چون قراره که تا انتهای جلسه دوم، تا انتهای فصل بخش چهار رو تموم کنیم، یعنی بحث بودجه و اینا رو هم خواهیم گفت. پس ببینید فصل اول رو در مورد سه تا با همین سه تا هم خارج از این نیست، یعنی بعضی موقع درس بیشتر از مباحثی که سرفصلش بیان میکنه نکته داره، ولی ببینید این فصل به شدت اینه که شما درک کرده باشین که سه تا مفهوم، به خصوص دو تا مفهوم اول، یعنی رشد و توسعه چی هن. حالا پیشرفت میاد میگی بعدا حالا بهش اشاره میکنیم، تقریبا همون توسعه است که حالا یه سری تفاوت ها داره، یا به قول معروف میشه گفت تغییر نام داده توسعه به پیشرفت، حالا توی بعضی جوامع به خاطر حالا دلایلی. استاد من درباره شکیمور اقتصاد و چند تا سوال از تستا دارم. من قسمت اول شکل مرور اقتصاد و چند تا سوال، خب شکل مرور رو بذارید پس انتهای کلاس، گفتم اگه سوالی در مورد مسائل یا حالا اونو پس حتما انتهای این کلاس ساعت بعد یادم ندید که باهاش در موردش صحبت کنیم، مشکلی نیست. خب پس چیزی که گفتیم میگم، این دو تا این فصل اول به شدت اینه که یادگیریش منوط به اینه یا وابسته به اینه که ما با این دو تا مفهوم درست درک کرده باشیم رشد چیه، توسعه چیه. اول یه مقدمه میگیم ببینید کشورها خیلی با این دو تا اصطلاح که میگیم کشور توسعه یافته، توسعه نیافته، در حال توسعه، یا حالا اصطلاحات دیگه، چند تا هم تست توی روانشناسی بود، روانشناسی ساعت خودش مشکل نیست، روانشناسی ساعت خودشون رو بپرسید. بسیار ببینید پس میام این پس الان بیشتر توجهتون رو همه اقتصاد باشه، روانشناسی باشه، سر ساعت خودش حتما تستاشو اون تستی که شما میگید رو حل میکنیم. پس میگم این فصل ما با این دو تا مفهوم خیلی کار داریم، این مفهوم زیاد مهم نیست چون تقریبا شکل دیگه از همین توسعه از کتابی با خونده باشید متوجه میشید که عملا اینجا هم مبحث زیاد مهمی واسه گفتن وجود نداره، تقریبا همون توسعه است، نکات اصلی توی همون توسعه های مورد صدا. و پس شروع میکنیم. ببینید همونطور که گفتم سه تا اصطلاح، چندین اصطلاحی که بارها توی اخبار، روزنامه ها، فضای مجازی باهاش روبرو بودیم، به این شکل که ببینید کشور مثلا با اصطلاحات مثل کشور توسعه یافته، توسعه نیافته، در حال توسعه، ببینید اصولا نوع عملکردی که کشورها در طول سال‌های مختلف داشتن، یا حالا مثلا کتاب مثلا به این شکل که مثلا گفته که سیاستمداری بعضی از کاردانی بعضی از سیاستمداران از طرفی نالایق بودن برخی دیگه، باعث شده که حالا میگم تنها این عوامل نه، مجموعی از عوامل باعث شده در محیط اقتصادی و محیط بین‌المللی باعث شده که کشورها اصولاً بر اساس همون دسته که پیشرفت کردن، همون دسته کشورها که پیشرفت کردن به دو دسته عمده، اینا میگم زیاد مباحث مهمی نیستن چون بر اساس اینکه چه نوع دیدگاهی داشته باشین کشورها بر از لحاظ مختلف میشه تقسیم کرد، ولی حالا از لحاظی که مثلا میگیم یه نوع دسته بندی، یه دسته از دسته بندی، به این صورت به دو کشور، کشورها رو به دو کشور توسعه یافته و توسعه نیافته در قبال همون افرادی که به قول معروف کشورهای توسعه یافته محسوب میشن تقسیم کردن. یه دستبندی دیگه هم که کتاب ازش معرفی کرده از نوع از دستبندی کشورها به این شکلی که میگه که به طور عمده کشورها رو میتونیم به چهار دسته کشور توسعه یافته، در حال توسعه، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم کنیم. میگن این مباحث زیاد مهم نیست، ولی حالا به عنوان جنبندی همونطور که کتاب گفته به در دستبندی کلی به چهار گروه توسعه یافته، در حال توسعه، کم در توسعه یافته و توسعه نیافته میتونیم کشورها رو تقسیم کنیم. میگم با اینا زیاد ما کاری نداریم، ما بیشترین چیزی که من دیدم توی طراحی کنکور و اصلا میشه گفت اصل مطلبی که این فصل میخواد واسه ما بیان کنه، دو تا مبحث، دو تا واژه یا دو تا مفهوم رشد و توسعه است. یعنی عملا ما با این دو تا خیلی درگیریم و یادگیری این فصل در گروه فهمیدن دقیق و درست همین مفهوم رشد و حالا مفهوم بعدی توسعه است. ببینید قبل از اینکه حالا چی مفاهیم مهمش، مفاهیم و نکات مهمش رو روی تخته واسه تو مشخص کنم، یه درک کلی هم از رشد میخوام بهتون بدم هم از توسعه
ببینید زیاد نیاز صرفا به کتاب مراجعه کنیم، همین درکی که کلی از این دو تا مفهوم داشته باشیم میتونه خیلی برای حل کردن بسیار استرس واسمون راه خوشا باشه. ببینید رشد چیه؟ ببینید رشد تعریف خیلی خوب خود کتاب داشته ارائه داده، رشد یعنی افزایش تولید. ببینید مباحث زیادی در مورد تولید ما در موردش بیان کردیم که تولید چیه، حالا راههای محاسبه چیه، راههای محاسبه تولید کل، همه اون شاخصها که باعث میشد ما تولید کل رو محاسبه کنیم، یعنی همون درآمد ملی بود، چه میدونم اون تولید ناخالص داخلی، حالا اهم از داخلی خارج ملی بود، همه اینا افزایششون یعنی چی؟ یعنی دارن افزایش مفهومی به نام مفهوم رشد رو به ما بیان میکنن. ببینید اگه دقت هم کرده باشید همه اون مفاهیم، همه اون شاخصها رو ما با یه عدد بیان میکردیم دیگه، میگفتیم میزان تولید کل، میزان تولید ناخالص کشور، میزان تولید ناخالص حالا از نوع داخلی یا ملیش یا حتی درآمد از نوع سرانه‌اش، همه رو با یه عدد بیان میکردیم که اینا میگم افزایش هر کدومشون نشون دهنده رشد دیگه، افزایش تولید. پس عملا میتونیم چی بگیم؟ بگیم رشد مفهومی است، حتی این قید ما خودمون میتونیم کنارش بذاریم، صرفاً کمی. پس رشد مفهومی است صرفاً کمی. پس یعنی چی؟ یعنی صرف مفهومی صرفاً کمی، یعنی با یه عدد میتونیم نشونش بدیم. پس نکته اصلی که من میخواستم در مورد رشد شما متوجهش بشید اینه که صرفاً به معنی افزایش تولیده. حالا افزایش تولید ما مفاهیم زیادی داشتیم که با تولید در ارتباط بود، مثل همون تولید ناخالص و نمیدونم درآمد سرانه و این شاخص ها که همه اینا افزایششون به معنای افزایش تولیده و خود افزایش تولید هم به معنای افزایش رشد بود دیگه. و از اونجایی که میگم بشه به صورت یه عدد ما اینو همیشه نشون میدیم، پس رشد همیشه و همیشه و همیشه، چون من روی این واژه خیلی تأکید دارم چون خیلی از تستا رو میشه با همین جواب داد، رشد پس مفهومی صرفا کمی. حالا نکات دیگه ای میتونیم در مورد رشد بگیم که نکات مهمیه، ولی بحث اصلی من این بود که شما درک خوبی از خود مفهوم رشد پیدا کنید. پس همون چیزی که تا الان گفتم و از وسطتون مشخص کنم، ببینید رشد میگه چی؟ میگه به معنای افزایش تولید است. پس من گفتم چی؟ خودمون حتی یه دونه قید صرفا هم میتونیم کنارش بذاریم، مفهومی صرفا کمی. حالا ببینید میگه که یه سری نکات میام دیگه، یعنی نکات اضافه هست، نکات مهمی هم هستن، ولی میگم اصل مطلب دیگه نیستن. مثل چی؟ مثل وقتی میگیم این افزایش میتونه ناشی از چی باشه؟ افزایش سطح زیر کشت باشه. ببینید اینا همه یه نوع مصداق داره، مثال واسه این که رشد چیه. ببینید پس اینجا ما میتونیم یه مقدار ریز بشیم، مثلا وقتی از اصطلاحی مثل افزایش سطح زیر کشت به کار اصطلاح کردیم، اینا همه یه نوع مثال مصداق داره واسه رشد. میگه مفاهیم شبیه به این اگه توی تست بیاد، مثلا بگی افزایش تعداد کارخانه، الان مثلا من بدون اینکه اینجا دیده باشم این خودم اومد تو ذهنم ولی دیدم تو کتابم اینو مثاله، پس تاسیس کارخانه های جدید، گسترش توسعه و مراکز تولیدی. ببینید هر چیزی که داشت به یه نحوی داشت میگفت تولید داره افزایش پیدا میکنه، مثلا اینجا اصلا لغت تولید به کار نرفته دیگه، افزایش سطح زیرکش، ولی عملا داره چیو میگه؟ میگه به خاطر اینکه این اتفاق افتاده تولید جامعه مسلما افزایش پیدا میکنه دیگه. پس اینا یه نوع مصداقی واسه رشد میتونیم در نظرشون بگیریم، استفاده بهتر از امکانات و منابع. عملا این صحبتی از تولید اینجا نیومده، ولی وقتی یک جامعه، وقتی یک فرد از منابع امکاناتش استفاده احسن میکنه چه اتفاقی میفته؟ تولید افزایش پیدا میکنه دیگه. افزایش تولید هم به معنی چی بود؟ همون افزایش رشد که مفهومی بود صرفا کمی. و حالا میتونیم اول بحث رشد گفتم دیگه، مفاهیم شاخص‌های زیادی بود که نشون میداد یه جامعه با افزایش تولید روبرویه که حالا افزایش تولید هم مساوی با رشد اون جامعه بود. گفتیم چی؟ گفتیم پس بهترین معیار برای رشد، میگم حالا میخوام بریم سراغ اون شاخص‌هایی که افزایش تولید نشون میداد دیگه که قبلا هم باهاش کار داشتیم. میگه شاخ بهترین معیار برای سنجش رشد میزان تغییرات شاخص‌های تولید کل جامعه. گفتم دیگه تولید کل جامعه کدوم ها بودن؟ همون درآمدهای سرانه بود یا تولید ناخالص از اهم از ملی یا داخلی. یه نکته خیلی واجب وجود داره، اینم اینه، ببینید قیمت ثابت و الکی اینجا ننوشته، منظور خوندیم دیگه قیمت جاری چیه، قیمت ثابت چیه. وقتی قیمت ها رو به قیمت جاری محاسبه میکردیم ما نمیتونستیم مطمئن از چه چیزی اطمینان حاصل کنیم، از این که میگم وقتی قیمت، وقتی تولید کل رو بر اساس قیمت جاری حساب میکردیم نه ثابت،
از چی نمیتونستیم اطمینان حاصل کنیم؟ از این که آیا واقعا در این افزایش تولید کلمون ناشی از افزایش تولید بوده یا اینکه نه به خاطر تورم بوده. خب مسلما قیمت های امسال نسبت به قیمت های پارسال بیشتره، پس حاصل ضرب این دوتا در هم ممکن عدد بزرگتری و یعنی میزان تولید در قیمت عدد بزرگتری رو نسبت به سال قبل نشون بده، در صورتی که تولید واقعی ما افزایش پیدا نکرده. پس اگه ما میخوایم شاخص افزایش تولید رو تو هر سال درست محاسبه کنیم و با سال قبل مقایسهش بتونیم مقایسمون منصفانه باشه، باید با قیمت ثابت این کار انجام بدیم. پس گفتیم چی؟ رشد نشون دهند. رشد یعنی چی؟ یعنی افزایش تولید. افزایش تولید ما باش خیلی کار داریم. یعنی چی؟ پس کلی شاخصایی که نشون میداد که جامعه با افزایش تولید مواجه شده چیا بودن؟ همون تولید ناخالص از داخلی یا ملی یا درآمد سرانه بودن. که حالا این محاسبه تولید کل که ما خواستیم ازش افزایش تولید هم نتیجه بگیریم باید به قیمت‌های ثابت باشه. چرا؟ که اطمینان حاصل کنیم حتما افزایش قیمت ما ناشی افزایش تولید ما ناشی از افزایش تولید واقعی بوده، نه اینکه صرفا به خاطر تورم و افزایش قیمت ها نسبت به سالهای قبل بوده. حالا یه نکته هم که وجود داره اینه که ببینید، اینه که همچنین چون جمعیت هر کشور در طول زمان تغییر میکنند، بهتر است نرخ رشد درآمد سرانه را در حکم معیار سنجش رشد در نظر بگیریم و بدین ترتیب حالا وضعیت کشور در سال مختلف. یه چی گفت؟ گفتیم یه نکته کلی گفتیم، گفتیم افزایش تولید رو با معیارهای و شاخصهایی مثل درآمد سرانه، تولید خالص، تولید حالا از نوع داخلی یا ملیش، اونم حالا به قیمتهای ثابت محاسبه میکنیم. این اصل کلی بود. میگه حالا بهتره از این استفاده کنیم. چرا؟ چون جمعیت هر کشور، یعنی کدوم از درآمد سرانه، چون جمعیت هر کشور در طول سالهای مختلف در حال افزایشه، پس با این به قول معروف یه روش محاسبه منصفانه تر محسوب میشه، یعنی استفاده کردن از درآمد سرانه برای محاسبه کردن رشد یک جامعه در طول سالهای مختلف، چون فاکتور و عامل جمعیت رو هم در نظر گرفتیم. نکته بعدی که نکته خیلی بدیهیه اینه که ببینید وقتی میخوایم حالا وضعیت کشورهای مختلف از لحاظ رشدشون با هم مقایسه کنیم، یا به عبارت دیگه هر موقع رشد میگم شاخصهای تولید کل هم در نظرتون بگیرید دیگه، چون افزایش اینا مساویه با رشد جامعه. طبیعتاً میگفتم به صورت کمی باید نشون بدیم، به صورت یه عدد، ولی طبیعتاً عددی که توی ایران به دست میاد و عددی که توی مثلا بلاروس به دست میاد مسلماً این دو تا نمیشه با هم مقایسه کرد، چون با بررسی یه واحد پولی اونجا داره بیان میشه، بررسی یه واحد پولی دیگه داره توی ایران بیان میشه. پس میان اینا رو تبدیل به یه واحد پولی مشخص و بین‌المللی میکنن که حالا معمولاً دلاره، بعد میان این دو تا رو با هم مقایسه میکنن. این نکته هم اینجا داره محاسبه میکنه بیان میکنه. یه نکته بدیهی زیاد نیاز به توضیح بیشتری نداره. خب مفهوم اول که مفهوم خیلی گفتم این فصل کلا در مورد اینه که ما بفهمیم رشد چیه و توسعه چیه تموم شد. به خاطرش هم گفتیم حالا اگه سوالی هست بفرمایید، که اگه نیست شروع کنیم مفهوم دوم که توسعه باشه رو شروع کنیم. خب بسیار میگم اگه یه مقدار سرعت کلاس بالا یا اگه مثلا جایی متوجه نشدید بگید، چون میگم مفاهیم مهمی هم رشد هم توسعه مفهوم مهمی هم. خب پس میریم سراغ مفهوم بعدی که توسعه باشه. ببینید پس ما گفتیم چی؟ گفتم روی یه دونه اصطلاح خیلی تاکید داشتم که رشد مفهومی صرفا کمی، دلیلش هم گفتم دیگه به صورت یه عدد. عدد چی بود؟ همه اون شاخص ها بودن دیگه، حالا شاخص تولید خالص بود، تولید ناخالص داخلی بود یا ملی بود، چه از حالا چه درآمد سرانه بود، همشون به صورت یه عدد نشون داده می شدن که افزایش اینا نشون دهنده افزایش تولید کل جامعه بود، که حالا باز افزایش تولید کل نشون دهنده همون رشد جامعه بود. پس به صورت یه عدد، به صورت کمی، به صورت صرفا کمی نشون داده می شد. ولی از طرف دیگه من میگم چرا رو تاکید داشتم، چرا توسعه رو اینجا ما داریم، که میخوام بگم مفهومی است کمی، پس تا اینجا شبیه هم شدن، و کیفی، پس صرفا مفهومی کمی نیست. پس علاوه بر اینکه دقیقاً همون عواملی که روی رشد تاثیر داشتن روی اینا تاثیر دارن، یعنی همون عوامل کمی که روی افزایش رشد
دخیل بودن در این هم تخیلن، یعنی عملا همه اونا تو اینجا ورود پیدا میکنن. چون چرا؟ چون توسعه مفهوم کمی هست، ما اینو میپذیریم. ولی برخلاف اون که صرفا مفهوم کمی بود و به فاکتورها و عوامل دیگه‌ای وابسته نبود، توسعه و به عوامل دیگه‌ای که عوامل دیگه کمی نیستن و عوامل کیفیان هم بستگی داره. پس عملا این عوامل کیفی، من میتونم بگم که عوامل کیفی هم منظور کتاب همون شاخص‌های توسعه انسانیه که حالا به صورت یه اسم اختصاری هم ازش استفاده کرده، حالا واسهتون مشخص می‌کنم در ادامه. پس وقتی میگیم مفهوم کمیه، یعنی تمام مفاهیمی که در مورد رشد در مورد صدق می‌کرد در مورد توسعه هم صدق می‌کنه. یعنی عملا می‌خوام اینو بگم، یعنی توسعه در گام اول وابسته به اینه که در کشور در حال رشد باشه، بعد ما میتونیم انتظار، یعنی مرحله بعد از رشده. یعنی ما وقتی مفاهیم کمیمون تحقق پیدا کرد، یه سری تحولات کیفی هم به قول معروف اضافه میکنیم بهش با مفهوم گستره تری به نام توسعه. معذرت، توسعه مواجه هستیم. پس گفتم تمام مفاهیم اینجا صدق میکنه به اضافه یه سری مفاهیم کیفی از قبیل چی؟ پس ببینید، گفتم یه سری مثلا اونجا ارائه دادیم، مثل افزایش سطح کشت، افزایش اونا نشون دهنده افزایش چی بودن؟ افزایش تولید بودن. میتونستیم به صورت کمی نشونشون بدیم، پس چی میشه؟ اونا مثلاقی از رشد بودن. حالا میخوام مثلاقی از توسعه رو واسهتون بگم، مثلاقای کیفی شدن، کمیشو کمیشو که میگم توی همون رشدم وجود داره. ولی ببینید، من الان دارم میگم رشد مرحله قبل از همون توسعه است، این برداشتی که میشه از کتاب داشت، ولی هیچ جا به صورت مستقیم ازش نام نبرده. پس ببینید، میخوام اینجا ازش استفاده کنم که مثلاق ممکنه بهتون بده، مثلا بگی افزایش سطح زیر کشت مثلاقی از یا مثالی از توسعه است یا رشد. ببینید اگه خیلی وسیع بخوایم نگاه کنیم، همون افزایش سطح زیر کشت میشه مفهومی از توسعه هم در نظر گرفته. چرا؟ چون توسعه مفهومی کمی و کیفی بود که اون مفهوم کمی هم میتونه در بردارنده توسعه باشه. ولی ما اینجوری دیگه انقدر کلی برداشت نمی کنیم. مفاهیمی مثل مفاهیم کمی، مثل بهداشت و سلامت، اگه بهتون داد بدونید 100% منظورش اینه که اینا مصداقی از مصداق کیفیه و تحولات کیفی توسن. و اگه مفاهیم کمی مثل افزایش سطح کش، افزایش کارخانه ها، نمیدونم افزایش تولید کشور داد، میگم خیلی کلی نگاش کنیم میتونیم در نظر از نظر توسعه هم در نظرش بگیریم، ولی شما به عنوان رشد توی کنکور بهش نگاه میکنید. این نکته رو خیلی نکته کلیدی بود. اگه سوالی از همین در مورد همین نکته، اگه سیاری چون میگاستم قاطی شد مباحث، اگه سیاری قاطی شده میتونید الان سوال بپرسید که جلوتر نرفتید مباحث بیشتر نشده، این از دوباره تکرارش کنم. پس مثل اینکه مشکلی نیست. پس ببینید دیگه اینقدر کلی که از لحاظ کلی مشکلی نداره، از لحاظ اقتصادی دیدگاه مثلا علمی، ولی ما چیزی که داریم باهاش کار میکنیم سطح کتابه. پس مثلاقایی که واسه تو مشخص کردم، مثل افزایش سطح زیر کشت و اینا، میتونن اگه مثلا عاقلانه نگاه سوال کنیم مفهومی از توسعه هم باشن. ولی چون میگم، چون مفهوم توسعه مفهوم کمی و کیفی، صرفا کیفی هم که نیست، ولی باش کار نداریم. میگیم چی؟ میگیم مفهومی است کمی و جزء رشد. ما مفاهیم کیفی مثل این، مثل بهداشت، سلامت، امید به زندگی، برخورداری از امکانات آموزشی، مشارکت مؤثر در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، سطح تحصیلات، دسترسی به آب سالم، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان، بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر. اینا ببینید، پس اینا مفاهیم کیفی‌اند که توسعه علاوه بر این که مفهومی کمیه و به مفاهیم مثل رشد وابسته است، صرفا مفهومی کمی نمیشه در نظر گرفت، مفهوم از کیفی و کمی و عوامل کمی مثل این، مثل این مصداق ها میتونن نشون دهنده توسعه کشور باشن. من روی اینم خیلی تاکید دارم، مفهومی است کیفی و کمی. ببینید نکته که گفتم اینجا هم داره میگه کتاب، میگه همون گونه که مشاهده میکنید مفهوم توسعه شامل رشد نیز هست، همون چیزی که من گفتم. پس چی؟
عواقب، چون این مفهوم کمی بود، پس همین مفاهیمی که در مورد رشد گفتیم در مورد اینم صدق میکنه. ولی صرفا در مورد این مصداقایی که داره میده، من چون دیدم سوال خوبی نباشه، ولی دیدم داده شده، اینا رو در نظر داشته باشید، مصداقایی که قبلا گفتم در نظر داشته باشید، حالا هر چی شبیه به اینا بود مصداق از فرصه در نظرش بگیرید، هر چی شبیه به اونا بود معمولا تغییر نمیدن، همین مصداقا رو میدن، هر چی شبیه اون مصداقایی که بهتون گفتم مثل افزایش سطح زیر کشت و اینا، مصداقی از رشد در نظر بگیرید. اما اینجا میگم همون گونه که مشاهده می مفهوم توسعه شامل رشد نیز هست، اما هر رشدی رو این مصداق، اینم صحبت خیلی صحبت عجیب غریبی نیست، صحبت جدیدی نیست، همه ما اینو میدونیم، اما هر رشدی رو نمیتوان توسعه دانست. چرا؟ اصلا از همین ما همه این نکات رو میتونیم برداشت کنیم که تا الان گفتیم، رشد مفهوم کمی، توسعه مفهوم کمی، از همین دو تا مفهوم. خب وقتی این کمیه اینم کمیه، پس عملا این مفهوم گسترده‌تر از مفهوم رشد دیگه، پس رشد میتونیم توسعه رو شامل رشد بدونیم، ولی هر رشدی چون صرفا مفهوم کمیه دیگه، پس هر رشدی رو نمیتونیم بگیم پس در اون کشورم توسعه داره اتفاق میفته، چون مفاهیم کیفی در رشد وجود نداره. میگم از همین دو تا مفهوم همه این نکات رو میتونیم ما برداشت کنیم. میگم ولی روی جملات دقت داشته باشید دیگه، پس مفهوم توسعه شامل رشده، جایی نه یعنی رشد مفهوم رشد شامل توسعه است، زیاد دیده شده اینجور دادن، بعد جابجایی رشد و توسعه رو با هم جابجا کردن، بعد این مقدار واسه پیچیده شدن تست شده، پس مفهوم توسعه شامل رشد نه مفهوم رشد شامل توسعه، اینجا رو روش خیلی دقت داشته باشید. ولی میگم همین مفاهیم رو میشه از همین دو تا مفهوم، این مفهومی کیفی و کمی، اون مفهومی رشد، مفهومی صرفا کمیه، همه این نکات رو میشه ازش برداشت کرد. گفتم عملا اون شاخصهای کمی همین شاخص توسعه انسانی، یعنی علاوه بر افزایش تولید، برای اینکه بیایم توسعه توی سطح جامعه محاسبه کنیم، علاوه بر اینکه اون معیارهای کمی رو مقایسه میکردیم، یعنی محاسبه میکردیم به عبارت درست، باید بریم به همچین شاخصهای کمی از قبیل شاخص توسعه انسانی که حالا مخففش که خیلی هم مهمه، مثل همون تولید ناخالص و خالص که یه اسم اختصاری بهشون داده، خیلی هم مهمه و اینم هم به همون شکل HDI، خیلی مبحث مهمی و همون اسمش مهمه. میگیم مثل همون چیزایی که مثل آقایی گفتم مثل افزایش سطح سواد جامعه، کاهش نرخ بی سوادی، کاهش نرخ مرگ و میر، اینا همه نوعی شاخص توسعه انسانی هم. پس توسعه علاوه بر مفهوم کیفی، کمی مفهوم کیفیه، منظورم از مفهوم کیفی هم چی بود؟ همین شاخص های توسعه انسانی مثل که به نام HDI معرفی میشه معمولا، و شامل موارد مختلفی مثل نرخ مرگ و میر، امید به زندگی و ایناست. پس باید اینا رو هم برای اینکه توسعه جامعه رو محاسبه کنیم در نظر داشته باشیم. حالا مخففش هم اینجا باز شده، اون HDI همه به قول معروف HDI مخفف چیه رو اینجا هم نوشته، حالا اینم روش نگاه کنید، چون جملات آسونی روی هم سوار کرده، H همون هیومنه و DI هم که همون دیولوپ که معمول به معنای توسعه یا پیشرفت معنی میده، میشه نگاه کرد. ممکنه به این صورت هم که بعید میدونم، ولی همون HDI کافی میتونه به نظر من باشه. حالا میام سراغ این جدول که ببینید دقیقاً تحلیل چیزی که در قبال تحلیل این جدول اومده، ما تا الان با همون مفاهیمی که تا الان گفتیم میتونیم تحلیلش کنیم، به جز دو تا استثناء میخوایم به دو تا اصلی که گفتیم تا الان وارد کنیم. برید میخوام بگم از این قسمت اول اینجوری، من خودم اینجوری خیلی راحت‌تر درس رو یاد می‌گرفتم که بگم چه جوری میتونه طراح سوال، حتی بعد از اینکه الان من این درس رو خوندم، حالا تست‌های زیادی زدم قبلا و اینا، به این درجه رسیدم که میتونم اینجوری بگم، شاید حالا توی مراحل اولیه به این شکل نباشه. ببینید من الان اینجوری خیلی راحت‌تر اسم می‌کنم این درس رو میشه یاد گرفت. ببینید اساساً از این قسمت به تا انتهای فصل به چه صورت میتونه سوال بده. ببینید به صورت اول به این شکل تک تک این عددا میتونه خودش، من نمیدونم چرا حالا هدفش از طرح همچین سوالی چیه، ولی ببینید تک تک، من خودم زمانی کنکور میدادم بعضی موقع از تک تک خود این عددا، یعنی ببینید که تحلیل محاسبه نه، فقط صرفا شما باید حفظ باشید، مثلا نرخ چه میدونم امید به زندگی توی کشوری مثل نروژ، طبق چیزی که کتاب گفته اینه،
من خود نمیدونم حالا هدفی که از طرح همچین سوالی که مثلا حالا صرفا حفظ کردن یه سری عدد جدولش چی بوده، بیشتر مهم اینه که شما بتونید اینو تحلیل کنید، عدد که حالا ممکن هر عددی اینجا قرار بگیره. ولی جالبه، من خودم حالا اگه شاید سوالو تغییر کرده باشه، اگه بازم به همون شکلی خوب حالا اشاره کنید، اگه دوستان سوالی دیدن که به این شکلی که من دارم میگم، تک تک خود این صرفا حفظ در حالت حفظ کردنی این عددا میتونه برای طراح کنکور ما مهم باشه. اگه توی کتاب مشاوران همچین تست دیدید بگید الان، اگه نه احتمالاً صرف نظر کردن همچین طرح تستی. پس کسی نهیده تا الان همچین تست دیدید درسته؟ حالا اگه دیدید بگید الان توی این گفتگو عمومی بهش اشاره کنید. میگم ولی حالا شما ریسک نکنید، این تک تک خود این عددا رو بلد باشید. پس این یه تیپ سوال که سوال اصلا سوال قشنگی هم نیست، ولی خب بالاخره ما به خاطر اینکه مجبوریم به همه سوال جواب بدیم واسه اینکه رتبه خوب بریم، باید همه راههایی که حالا ممکنه طراح کنکور ازش استفاده کنه رو بشناسیم. ولی دیدنش فرق داره. ولی من میگم الان یه تیپ من سوال گفتم که اصلا سوال اقتصادی هم نیست، ولی من خودم زمانی که کنکور میدادم یه سوال حل میکردم دیدم تک تک خود این عدد، بعضی جدول اینجوری نیستن، مثلا بعضی جدول همون تحلیلش من تا الان گفتم دیگه، بعضی تا الان اشاره نکردم که اگه اشاره کردم شاید هم یادم نمیاد، اون زمان مهم بوده خودتون یادداشت کرده باشین. منظوری که من الان دارم اینه که این جدول به جز اینکه حالا تیپ های دیگه ای سوالی کردش الان مطرح میکنم، خود تک تک این عددا رو شما بلد باشید. پس حالا ادامه میدیم. تو قلمچی میاد. بله من خودم حالا من تو قلمچی دیده بودم، ولی توی تست کنکورم فکر میکنم من دیدم که از صرفا خود همین عددا هم سوال داده بود. حالا این یه تیپ میگم. کارمون الان اینه که داریم میگیم به یه نگاه دیگه داریم نگاه این صفحه میکنیم تا انتهای کتاب، تا انتهای حالا این فصل، که به چه شکلی از این قسمت تا انتهای این فصل میتونیم سوال بدیم. این یه تیپ. دومین تیپ اینه که ببینید میاد از همین اعداد و ارقام استفاده میکنه، دو تا اصل ما معرفی میکنه، میگه عملا توی یه اصل کلی اول ما معرفی میکنه که دو تا استثناء بهش میزنه، میگه عملا وقتی این جدول رو نگاه میکنیم کشوری که در حال رشده، یعنی همون شاخص های کمیش، مثل چی؟ مثل این قسمت، مثل همین تولید ناخالص داخلیش، خب یا حالا درآمد سرانش، همون شاخصایی که گفتم نشون دهنده افزایش تولید کله که به صورت یه عدد این شکلی میشه، اینا عددن ها، ولی فرقشون اینه که اینا چی هن؟ نرخ مرگ و میر داره به عدد محاسبه میکنه. اینش همون شاخصایی هن که به صورت عدد و بعد در انتها به صورت دلاری مطرح میشدن با هم مقایسه میشد. پس اولا میشه گفت از همه این جدول توسعه میتونیم در نظرش بگیریم. چرا؟ چون گفتیم توسعه شاخصی است کیفی و کمی، اینا مفاهیم کیفی مونن، این سه تا جدول ردیف اول، این مفهوم کمی مونه و صرفا این جد این قسمت رو میتونیم برای رشد در نظر بگیریم. این داره میگه چی؟ از بس بر اساس این اصلی که من گفتم، میگه عملا دو کشوری که تولید ناخالص داخلش، یعنی همون مفهوم کمیش، یعنی همون مفهوم رشدش، یعنی تو اون کشور رشد پیدا کرده یا در حال رشده، معمولا این یعنی رشد خوبی داره، معمولا در شاخصهای دیگرش هم تأثیر گذاره و بینه، میخواد اینو بگه، بین توسعه و رشد وابستگی عجیبی وجود داره. یعنی معمولا کشوری که در رشد خوبی داره، معمولا شاخصهای دیگرش هم که مربوط به شاخصهای همون توسعه انسانی و حالا مربوط به توسعه بودن هم وضعیت خوبی دارن، و برای کشوری که مثلا بعض تولیدشون که حالا تولید کل همون نشون دهنده رشد بود، یعنی رشد خوبی رو ندارن، سپری نمی کنن، معمولا توی شاخصهای کیفی هم که حالا مثل امید به زندگی و نمیدونم نرخ باسوادی و مرگ و میرن باشه، باز وضعیت خوبی ندارن و مشکل برخوردن. این یه اصل کلی که پس این دومین چیزی که میتونیم از این جدول برداشت کنیم، بجز اینکه حالا صرف عددهای خودش مهمه، این اصل خیلی کلی و خوبی که از این جدول میتونیم برداشت کنیم، به اضافه اینکه دو تا استثناء بهش میزنیم به همین اصلی که الان گفتیم. یک، اصلی که گفتیم پس کجا بود؟ میگه که چی؟ سطح پایین توسعه در کشور موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور هماهنگی دارد. پس یه اصل کلی از همین نتیجه میگیریم. میگه چی؟ میگه سطح پایین توسعه در کشور موزامبیک، یعنی کدوم ها؟ موزامبیک. سطح پایینش یعنی چی؟ یعنی ببینید وقتی اینجا میگیم نرخ مرگ و میرش چقدر بیشتر از این دوتاه؟ نرخ امید به زندگیش چقدر کمتر از این دوتاه؟
یعنی هر چی بده تو این داره اتفاق میفته. نرخ با سوادش چقدر کمتر از این دوتاه، بعد تولد کلش هم که چقدر از این دوتا کمتره. پس عملا ببینید تو سطح پایین توسعش که همه این باشه، سطح پایین توسعش که شاخص های کیفی این ور گفته، شاخص کمم این ور گفته، پس نمال توسعه اینو بررسی کریم با سطح پایین رشد، با سطح پایین که اینجا فقط این صرفا همین باشه، با سطح پایین رشد و کمبود تولید ناخالصش هم برابره. و این اصل همینجوری که گفتم هماهنگی در سطح توسعه و رشد در بیشتر جوامع امروزی هم صادق است. اصل کلی حالا به اضافه دو تا استثناء، یک تو بعضی از کشورها ببینید در حال توسعه که با داشتن یک ماده گرانبها، چیزی که ما داریم تو کشورهای حوزه خلیج فارس می‌بینیم نظیر حالا نفت، صادرات آن زیاده، پس چه اتفاقی می‌افته؟ این مفهوم کمیه افزایش پیدا میکنه، پس رشد افزایش پیدا میکنه. ما اصل کلی هم گفتیم معمولا کشوری که دارن رشدشون افزایش پیدا میکنه کلن وضعیت توسعهشون هم بهبود پیدا میکنه. میگه نه توی اینا که حالا به خاطر یه فاکتور به خصوص، به خاطر یه عامل به خصوص داره این همچین اتفاق میفته، زیاد نمیتونیم در از نتیجه بگیریم که توسعه هم توی این کشور داره اتفاق میفته. اصل دوم، این اصل مقدار اصل قدیمیه، چون الان به قول معروف اقتصاد چین نسبت به زمانی که حالا این اصل نوشته شده ممکنه اصل وجود داره ولی حالا ممکنه دیگه مصداقش چین نباشه، ولی حالا چیزی که الان گفته طبق کتاب شما باید بلد باشید همون چینه. میگم اصل هنوزم پابرجه، حالا به عنوان مثال برای این استثناء شاید درست نباشه دیگه چین رو مطرح کنیم، ولی حالا مشکلی نداره، شما پس حتما چین رو در نظر داشته باشید. اینجا رو فکر میکنم قطر رو مثال زده. ببینید میگه چی؟ میگه که حالا با برنامه ریزی درستش کردن یا به قول فرموزه چینی که کردن، تونستن شاخص های توسعه انسانیشون رو که مربوط به همون شاخص های کیفی بود بهبود ببخشن، در صورتی که هنوز که هنوز به خاطر بحث جمعیتی داره مطرح میکنه، تولید کلشون بر اساس جمعیتشون وضعیت خیلی خوبی نداره. با این وجود که ما میگیم تولیدشون خیلی بالا و فلانه، ولی نسبت به جمعیتی که حالا جمعیت کشور جهان 7 میلیارده که 1 میلیارد خوردهش توی اونجا وجود داره و زمانی که این اصل رو نوشتن این در مورد چین صدق میکرده که نسبت به جمعیتش با توجه به اینکه جمعیت شاخصهای دیگر رو بهبود بخشیده هنوز نتونسته بحث تولید کلش رو نسبت به جمعیتش که نشون دهنده همون مفهوم رشد توی کشورشه نشون بده. پس چی شده؟ پس سطح توسعه و رشدش با هم هماهنگی نداشته زمانی که حالا این اصل نوشته شده در مورد حالا کشور مثل چین. ولی میگم حالا اصل شما در نظر داشته باشید، شاید در مورد حالا مثالش دیگه درست نباشه برای چین، ولی در همین حد که حالا مثالش هم همینه در نظر داشته باشید. پس اصل کلی گفتیم که هماهنگی بین دو تا مفهوم وجود داره، همونطوری که نگاه می‌کردیم توی سطح کشور موزامبیک. ببین پس چجوری میاد میگه توی کنکور میگه که در کشوری مثلا دیگه ممکنه کشور بده همین شاخصایی، وقتی میبینیم تولید کلش با شاخصای دیگه، یعنی شاخصای توسعهش که همه اینا باشه، چون هم کمیه توسعه هم کیفیه هماهنگی داره، میگیم چی؟ میگیم سطح رشد و توسعه در فلان کشور با هم هماهنگی داره و اصلا کلا این در کشور بیشتر کشورها صادقه. یه استثنا که میاد برای ما مثلا بیان میکنه مثل کشور مثلا حالا حوزه خلیج فارس یا مثلا کشور دیگه، میام نگاه میکنیم میبینیم مثلا تولیدش خیلی بالاه، از اون بعد نرخ‌های دیگه‌اش با کشور پیشرفته مثلا نرخ مرگ و میرش هنوز خیلی بالاه، چه میدونم نرخ بی سوادش هنوز خیلی بالاه، میگیم چی؟ میگیم این کشور نرخ رشدش با نرخ توسعه‌اش برابر نیست. این به معنی استثناء. از طرفی ممکنه کشوری نه تونسته باشه با برنامه‌ریزی درست و فرهنگ‌سازی یه سری معیارهای کیفی که همون مثلا نرخ مرگ و میر رو کنترل کنه، ولی نتونسته باشه هنوز مفاهیمی مثل که شاخص هایی که باعث افزایش تولید کل میشن و افزایش بده که منجر به رشد اون کشور بشه. اونجا هم میگیم که شاخص باز مفهوم رشد با توسعه هماهنگی وجود نداره. میگم ممکنه جدول داده بشه به یه همچین برداشت هایی باید ازش ما بتونیم داشته باشیم. برید حالا تا این قسمت این خیلی مهم بود، حالا میخوام یه چیز دیگه بگم. ببینید از اینجا خیلی جالب میشه، من خودم زیاد این تست دیدم،
مفاهیم چالشی که حالا تا الان گشتیم همینا بودن دیگه. من حس میکنم از این قسمت کتاب ببینید میاد مثلا کشورها رو بر اساس دوباره تقسیم میکنه به توسعه یافته و توسعه نیافته و به این ترتیب، بعد مثلا میاد حدود 1.5 یه سری عدد و ارقام دیگه داره ارائه میده که من دیدم خود همین صرفا عدد و ارقامه، حالا زمانی که من کنکور میدم یا حالا آزمایش شرکت میکردم، همین صرفا خود عدد و ارقام هم سوالن. یعنی مثلا چی میگه؟ که من فقط میام اینا رو مشخص میکنم واسهتون، میام زیاد نیاز به توضیح خاصی نداره، بهش چه میگه حدود 1/5. میگه 1/5 خودش خیلی میتونه مهم باشه، من نمیدونم چرا، ولی خب بالاخره مهمه. ذات مفهوم اقتصادی ذات نمیتونه داشته باشه، ولی حالا جمعیت 7 میلیارد کره زمین رو کشورهای توسعه یافته و حدود چقدر 4/5 دیگه شو کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته. بعد نکته بعدی که میگه تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر وضعیت معیشتی با نگاهی که به درآمدهای سرانه این گونه کشورها داریم میتونیم آشنا بشیم. گفتیم چی؟ گفتیم معمولا رشد و توسعه با هم هماهنگ در اکثر کشورها. این دوباره داره به یه نحو دیگه، میتونید همین جورش بنویسید، به یه نحو دیگه همین اصل رو میگه. میگه چی؟ میگفتیم وقتی درآمد سرانه همون شاخصهای کمی بالا بودن، میتونستیم در اکثر کشورها انتظار شاخصهای توسعه، شاخصهای انسانیه یا شاخصهای کیفی که توی توسعه هم دخیل بودن انتظار داشته باشیم اونا هم وضعیت خوبی دارن. تقریبا اینم داره همین نکته رو میگه. میگه چی؟ میگه درآمد سرانه در بیش از 50 کشور در حال توسعه فقیر از 1600 دلار کمتر است. داره چی رو میگه؟ میگه همون شاخص کمی که در رشد باعث رشد میشد، میگم هماهنگی داشت با توسعه دیگه، داره همین نکته رو میگه. میگه حالا توی اکثر کشور، توی بیش از 50 کشور در حال توسعه فقیر دنیا، درآمد سرانه شون از اونقدر کمتره که ما میتونیم از همین نکته توسعه نیافتگی این کشورها رو، میگم گفتم هماهنگی وجود داره بین این دو تا مفهوم دیگه، عدم توسعه شون هم برداشت کنیم. در حالی که هیچ یک از 20 کشور توسعه یافته دنیا درآمد سرانه سالانه کمتر از 40,000 دلار در سال کمتر از این ندارن. برای مثال در سال 2015 میگم خود این عددام ببینید به شدت برای تراکنش من دیدم مهمه. مثلا همین میگه در 20 کشوری که توسعه یافته چقدر که مثلا درآمد سالانه شون کمتر از چقدر نیست، در کشور توسعه یافته حالا توسعه نیافته چقدره. بعد مثلا میگه حالا توی سال فلان توی کشور سوئیس به چه صورت بوده، بعد از کشوری مثل سوئیس رو با اینقدر درآمد و کشوری مثل سودان رو با اینقدر درآمد مقایسه کرده، که عملا میگیم در اکثر کشورها همین وجود داره دیگه. وقتی ما میایم درآمد سرانشون رو مقایسه میکنیم به نتیجه دیگه میرسیم، چون رشد و توسعه گفتیم با هم در اکثر کشورها همپوشانی دارن. میتونیم در به خاطر همین عددی که توی سودان وجود داره کشور رو در اثر از لحاظ شاخصهای توسعه‌ای هم شاخصهای کیفی هم مورد قضاوت قرار بدیم و بدونیم در نظر بگیریم که مطمئنن کشور مثل سوئیس وضعیت مساعدتری نداره، حالا بجز اون دوتا استثنایی که براش قائل شدیم برای این اصل. ولی میگم این صحبت تحلیلی خیلی مهمه تو اقتصاد، به اضافه اینکه میگم این عددام به شدت که تو براتون خط کشیدم برای طراح کنکور چیزی که من فهمیدم مهمه. این عدم به همون شکل چیزی که در مورد جدول قبلی گفتم، این عددا کمتر از اون چیزی که من دیدم، یعنی خود صرفا عددا مهم باشه نسبت به جدول قبلی، ولی بد نیست اینم در نظر داشته باشید، خود عدداشو در نظر داشته باشید. خب من ببینید کلا با این مبحث، این مبحث جدیدن اضافه کردم مبحثتون به مبحثی که توی کتاب دارید پیش رفت. بحثم چیه؟ من خودم بعد از اینکه اینو خوندم هیچ تفاوتی بین پیشرفت و توسعه در نظر نگرفتم، به جز اینکه اومدن یه سری کشورهای دیگه مثلا بر اساس این دید به صورت خیلی کلیش نیازی نیست من مشخص کنم، ولی خودتون بخونید چون ممکنه نکته واسه خودتون وجود داشته باشه، ولی من نکته مهمی توش اصلا بحث اقتصادی توش نمیبینم. چرا؟ چون میگه که پیشرفت چیه، اصلا اصطلاح پیشرفت از کجا اومد؟ از اینجا اومد که ببینید بحث اینجا شد که توی کشورهای در حال توسعه نیافته
یه سری حالا نخبگان اقتصادی ما صحبت کردن در این اساس که ببینید مفهومی اصلا توسعه، الگوهایی که داره از لحاظ توسعه برای ما بیان میشه اصلا ممکن سازگاری نداشته باشه با نوع فرهنگ حالا پیشینه که ما داریم. پس اصلا از خود اصطلاح توسعه با الگوهایی که داره به ما ارائه میده ممکنه نتونه ظرفیت اینو نداشته که تو کشور ما ازش استفاده بشه. پس عملا من از واژه و اصطلاح دیگه به نام همین پیشرفت استفاده کردم و عملا من ولی فایده نهایی که من ازش استخراج کردم فایده بیشتر از همون توسعه نبود و میگم زیاد مفهوم حالا مهم و حالا بحث اقتصادی پیچیده ای نداره که بخواد حالا من الان در موردش زیاد صحبت کنیم. همون در حدی خودتون نگاه کنید که بحث در مورد چیه کفایت میکنه. بحث اصلی در مورد همون رشد و توسعه. من بیشتر صرفا به تغییر نام نگاه کردم بهش تا اینکه مثلا بحثی که بحث اقتصادی در نظرش بگیرم. بعد بعضی موقع هم چیزی که کتاب گفته کلا یه بحث رو داغون میکنه. مثلا ممکنه بحث خیلی پیچیده‌تر از این باشه ولی چیزی که کتاب مثلا حالا بیان کرده این برداشت رو ایجاد میکنه توی ذهن مخاطب که آره فقط یه تغییر نام ساده اتفاق افتاده. پس اون بهتر بود که همچین اتفاقی نیفته، چون اگه واقعا دستاورد هم اتفاق افتاده باشه تو اون بس با آوردن نیمه این شکلی ممکنه تخریب بشه اون بس. حالا کار نداره. تا ساعت چند باید من یادم میره همشینو ساعت 11 خب ببینید چون میخوام بریم سراغ فصل بعدی اگه سوالی هست که بپرسیم که میگم تو مواس فصل بعد باطی نشه. پپه چی بود؟ متوجه نشدم پپه کجای کتاب بود؟ صفحه چند این اصطلاح که میگید پپه؟ صدایی ندیدم کجا رو میگه چون جدول یک اگه هم چیزی به همچین نامی یا همچین صده باشه چون من نگاه کردم چیز مهمی احتمالا نبوده که حالا اشتراکش نکردم. حالا میریم نگاه میکنیم اگه چیز مد نظر تو در مورد تموم بحث نکته جالبی هست بگی چون مثلا این قصتو میگی میگه که همون توی دو تا استثنایی که این قصتو میگین دیگه توی همین اصطلاح دو تا اصلی که میگم بحث اصلی ما اینجا این بود که همون علی اصل بیان کردیم هماهنگی سطح توسعه و رشد که حالا دو تا استثنا واسه این اصل هماهنگی سطح توسعه و رشد بیان کردیم. یکی این که حالا کشوری مثل کشور حوزه خلیج فارس بودی کشوری میگم این با مصداق اصل این بود که مثلا با داشتن رشد خوب تو ممکنه شاخصهای توسعه مناسب نباشه. حالا میگیم حالا خود اصلی بار بخونیم یه تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه که با داشتن یک ماده گران بها معدنی نظیر نفت و صادرات زیادی از آن امکان دستیابی به درآمد سرانه زیاد را دارند در کشور قطر با جمعیت حدود فلان تولید ناخالص داخلی سرانه با قیمت‌های این حدود پپ میگم ممکنه چیز من متوجه نمیشه منظورش پپ ولی فکر می‌کنم ممکنه یه شاخص به صورت چیز باشه به صورت بیان
تولید میان بحث اقتصادی نداره، میان مثلا ممکنه خلاصه مثلا دلار رو میان به صورت یه است و یه خط وسطش بیان میکنن. میتونید الان اگه چیزی به نظرتون پاورقی هم چیزی دمایش نگفته، اگه چیزی به نظرتون میرسه یا اینترنت دستی دارید الان بزنید، میگم ممکنه میدان سادس رو نفت رو نشون بده، نمیدونم. این شاخص نیست که به صورت مثلا بگیم حالا اسمش توی کتاب اومده، مثلا حالا توسعه انسانی چه میدونم، مثلا همون تولید ناخالص داخلی. فکر میکنم یه حالت مثلا ما میگیم ریال رو به یه صورت نشون میدن، دلار رو به یه صورت نشون میدن، حس میکنم نوع صادرات نفتی رو به این صورت نشون میدن، به شاخص های یولی تولیده. نه شاخص های تولیدی که ما خوندیم تا الان همون میگم جی دی پی و جی ان پی بودن، که میگم دقیقا اومده کتاب زیر پاورقیتون هم باز مثل همون HDI بازشون کرده، یعنی مثلا مخففه چه کلمه یه اومدن، ولی این چیزی که معلوم دیدم میگم میتونید سریع سرچ کنید. میگم چیز حس میکنم حالت شاخص برای شاخص نه، من از اصطلاح شاخص استفاده میکنم، یه اصطلاح واسه حالا بیان میزان صادرات یا ممکنه همچین چیزی باشه. ولی حالا برای خودم سوال شد جالب، اگه میتونید سرچ کنید حالا توی زنگ تفریح توی یه روب توی بحث کنکورنس نگران اون نباشید، ولی حالا برای اینکه خودمون بدونیم میتونید اگه سرچ کنید خوبه، توی یه روب به صورت چیز خوبی هم میگه اصلا تیپی شاخص بیان قدرت خرید ملت هاست. اینو سرچ کردی شما؟ یه سرچ کردن که خیلی خوبه. آره من شاخص اینه، چون میگم هیچ توضیحی در موردش کتاب نداده، هیچ چیزی هم باز نکرده بگه پی 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 مخففه چیه، نمیتونه طراح کنکور اصلا بگه چیه. چون صدا جدیدی هم اصلا کتاب قبلی نبوده. این کشورهایی که اقتصادشون بر پایه مهاجر هست رو چه میگن؟ مثل کانادا. استاد کشورهایی که اقتصادشون بر پایه مهاجر هست رو چی میگن؟ مثل کانادا. نمیدونم کشور از اصطلاح بشین کشور مهاجر پذیر. بعد بحث اقتصادی هم که توی کتاب دمش مطرح کرده اینه که طبیعتا همچین کشور تولید داخلیش، تولید ناخالص داخلیش مسلما از تولید چیش بیشتره؟ از تولید ملیش. تنها بحث اقتصادی که توی کتاب اقتصاد این کتاب مطرح اینه که ببینید وقتی کشوری مهاجر پذیر بود مثل همون هنگ کنگی که بهش اشاره کردیم چه اتفاقی میافتاد. چیو تو گروه بذارم همین بحث پی 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 رو؟ مورد من متوجه نشدم مثلا اون بحثی که کشور بحث اقتصادی هم مد نظرتونه یه بحث مهاجر پذیر، من متوجه نشدم بحثتون الان دنبال چی بود از اون سوال. آره اون پی 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 رو بذارید توی گروه حتما بذارید. خوب اقتصادی اگه بحثتون در مورد کتاب میگیم برمیگره به جلسات دوم سوم، گفتیم چی؟ گفتیم وقتی کشور مهاجر پذیره مثل همون کانادا در این کشور ها اسم خاصی دارن؟ نه اگه داشته باشن من نمیدونم، ولی چیزی که نکته که در مورد این نکته حالا اگه منظورتون اینه نکته که برمیگره به جلسه دوم سوم که گفتیم چی؟ گفتیم کشوری که مهاجر پذیره مثل حالا همون کانادا که شما میفرمایید یا کشوری مثل هنگ کنگ چه انتظاری میتونیم داشته باشیم ازش؟ این که تولید ناخالص داخلیش مسلما از تولید ناخالص ملیش بیشتره، چون تولید ناخالص داخلی واسه ما چی مهم بود؟ میزان تولیدی که توی یه مرز جغرافیایی به خصوص اتفاق میافتاد. برعکس کشوری که مهاجر فرسته چه اتفاقی میفته؟
اصطلاح مهاجر فرست و مهاجر پذیر هم وجود داره. اگه منظور اینه کشوری مهاجر فرسته، مهاجر این کار انجام میده، چه اتفاق میکنه؟ طبیعتا میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که تولید ناخالص ملیش از تولید ناخالص ملیش از تولید داخلیش بیشتر باشه در همه حد بحث نیست. ولی اگه کش بحثتون اسم خاصی دارن دیگه نمیدونم بحث چیه. میگم اگه باز چیز دیگه مد نظرتونه بگید اسم خاصی، حالا نمیدونم منظور میخواد صداتون رو باز کنم حالا بگید، چون من فکر خودم مشغول شد. بحث اینه که میگید از اقتصادی چیزی توی کتاب به این کشورها گفتن، مثلا اینه بیا اینکه نه میگید کلا سوالتون خارج کتاب، میگید نه کلا میخوام ببینم اگه اسم خاصی دارن یا نه. اگر که منظورتون توی کتاب نه اسم خاصی برای کشورها قرار نداده، نه خارج کتاب اگه هم باشه ممکنه باشه ولی من اطلاع ندارم. آمو الان متوجه شدم منظورت میشه. خواهش ببینید فصل این حالا سراغ فصل بعد میگم که من مقدار چیز شدم گفتم نکنه اصطلاح خاصه توی کتاب برای کشوری که حالا مهاجر فرسته تو همون بحواسی که گفتم وجود داره من بهتون نگفتم الان دارید میپرسید. ولی نه آه منظورت اگه خارج کتاب بود اگه هم باشی من اطلاع ندارم نمیدونم. خب ببینید فصل بعدی مثلا در مورد وضعیت فقر توی جامعه و نحوه تولید و نحوه توزیع درآمد توی اون کشوره. ببینید اول ما قبل از اینکه وارد بحث اصلی که حالا فقر چیه، بعد میگیم که توزیع درآمد اصلا چه شکلی توی جامعه، وضعیت این که بفهمیم توزیع درآمد حالا با توجه به اون دهک‌هایی که بعدا میگیم توی جامعه از چه وضعیتی بهره‌مند برخورداره، مناسب هست مناسب نیست. قبلش یه اصطلاح اینجا وجود داره اونم اینه که ببینید اصلا اولا رفاه اجتماعی موقعی وجود میاد که این دوتا فاکتوری که الان میخوام در مورد صحبت کنم، دوتا عاملی که میخوام الان در مورد صحبت کنم که فقر باشه و توزیع درآمد باشه در وضعیت مطلوبی باشن. پس اولا هدفش این که این جمله رفاه اجتماعی بیان کرده اینه که پس ما اول بفهمیم وضعیتی که ما بهش میگیم رفاه اجتماعی چیه، که حالا بعد بررسی کنیم چه عواملی درش دخیل میتونن باشن، چه عواملی میتونن اینو تحلیل کنن، چه عواملی میتونن باعث وجود اومدن این بشن. پس میگیم چی؟ میگیم رفاه اجتماعی چیه. نکته مهمی هم هست. رفاه اجتماعی میگیم اصطلاحی است که در پی تامین حداقل، این اصطلاح حداقل رو در نظر داشته باشید، نمیگیم در بهترین وضع، نمیگیم در شرایط آرمانی و مطلوب، میگیم در حداقل، تامین حداقل نیازهای اساسیه. آحاد جمعیت کشور برخورداری از سلامت جسم و روح افراد جامعه، کاهش نابهنجاری های اجتماعی، ارتقاء توانمندی ها و مسئولیت پذیری افراد جامعه در برابر یکدیگر، رضایتمندی و شادکامی افراد. پس در همچین وضعیتی وقتی پیش بیاد با اصطلاح استفاده میکنیم، میگیم توی اون جامعه اصطلاحی تحت عنوان رفاه اجتماعی وجود داره. همونجوری که گفتم رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها، که حالا کاهش نابرابری همون اولا بحث همون توزیع درآمد بیشتر در موردش مطرحه. پس گفتم چی؟ گفتم چرا اول من رفاه اجتماعی میگه همچین وضعیتی ما وقتی میتونیم داشته باشیم که حالا تعریفش گفتیم که حالا بیایم بررسی کنیم وضعیت فقر و توزیع درآمد تو اون کشور از چه وضعیتی برخورداره و در چه وضعیتیه، در گروه همین دو تا بحثه که حالا میگه کاهش نابرابری، اولا بحث نابرابری تو همون بحث درآمدی بیشتر مطرح میشه، ولی نابرابری های زیادی ممکنه وجود داشته باشه، ولی تو بحث اقتصادی همون بحث درآمدی مطرحه. میگیم فقر مطلق، فقر نسبی، خیلی این دوتا اصطلاح رو شنیدیم و من میگم اگه فقط همین صرفا اون اصطلاح رفاه اجتماعی واسه تو اون خط کشیدم، چون اصطلاح جدیدی بود، تعریف ممکنه تعریفی هر کسی باش متفاوت باشه، نیاز رو توی کتاب حالا تعریف واحدی ازش ارائه بدیم. ولی فقر مطلق و فقر نسبی ببینید همین که الان ما مفهومش رو بفهمیم، خط نه توی کتاب هم مشخص نکرده باشیم تعریفش چی و اینا، کافیه واسه دادن تست، کافیه که فرض می‌کنه. ببینید فقر مطلق، فقر نسبی، فقر مطلق
ما اگه اومدیم توی یه جامعه به خصوص ها، نه جامعه مختلف، جامعه مختلف، توی جامعه به خصوص اومدیم یه خط فرق تعیین کردیم که حالا اون خط فرق چیه؟ میگیم چی حداقل نیازهایی که یه فرد برای زندگی معمولی بهش نیاز داره. اومدیم اینو به تحت عنوان چی معین کردیم؟ خط فرق. طبیعتا افرادی که زیر همچین خطی باشن بهشون میگن چی؟ فقیر مطلق. فقیر نسبی که به وجود میاد وقتی میبینیم جامعه رو مثلا توی با هم دیگه در مقام مقایسه قرار میدیم، طبیعتا خط فرق یعنی چی؟ یعنی همون حداقل نیازهای معیشتی که ما در نظر گرفتیم تعریفش متفاوت نسبت به جامعه دیگه، حتی ممکنه از یه منطقه به منطقه دیگه. متوجه شدین؟ میبینیم نسبت به یک دیگر این دو تا خط فرق رو مقایسه میکنیم، طبیعتا اینجا ممکنه یه فرد توی یه منطقه، توی یه کشور، توی یه فرهنگ زیر خط فرق مربوط بشه یا متعلق به زیر خط فرق باشه، توی فرهنگ دیگه همچین اتفاقی واسش نیفته. وقتی میام میگم این دوتا رو با هم نسبت به هم مقایسه میکنیم، چیزی تحت عنوان فقیر نسبی وجود داره. یعنی ممکنه توی جامعه فقیر باشه، توی جامعه دیگه فقیر نباشه. حتی ببینید توی مقایسه کردن دو تا اصلا خط فرقی هم در نظر نگیریم، توی مقایسه کردن دو تا فرد، فردی که 1 میلیارد مثلا داشته باشه توی جامعه مثلا ایرانی زیر خط فقر طبیعتا محسوب نمیشه، ولی در قبال کسی که مثلا 10 میلیارد داره همچین فرد فقیر نسبی محسوب میشه، فقیر مطلق نیست ولی فقیر نسبی محسوب میشه. پس ببینید فقر مطلق به زیر خط فقر بودن فرد گفته میشه که تعریفی از خط فقر ما چیز کردیم ارائه دادیم. فقیر نسبی گفتم چه حالا خطای فقر جامعه مختلف، چه مناطق مختلف با هم در نظر بگیریم، ممکنه یکی زیر خط فقر در نظر گرفته بشه، یکی دیگه این اتفاق واسش نیفته که با عنوان تحت عنوان فقیر نسبی مواجهیم، یا حتی اصلا خط فقر در نظر نگیریم در مقایسه دو نفر با هم دیگه، در صورتی که ممکنه یه نفر در اول اصلا فقیر محسوب نشه ولی نسبت به میام از همین جمله خودش دارم استفاده میکنم، نسبت به فرد دیگه فقیر ممکنه محسوب بشه. پس میگه چی؟ میگیم که حالا بخوایم روی کتاب مشخص کنیم، فقیر یا فقر مطلق به چه معناست؟ فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداقل معیشت است. بکنم این رنگش خوب نیست، بسید تغییر بده. فقیر مطلق کسی است که به نیازهای ابتدایی زندگی مثل چی؟ آب، تغذیه، خدمات بهداشتی و غیره دسترسی نداشته باشد. فکر کنم زبانمون تمومه اگه آره یه دقیقه گذشته. پس ادامه مبحث باشه واسه جلسه بعد، کمون 10 و 11 و ربع میشه.